برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. جمعی از شیعیان سوئد با حضور در دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامظله در شهر مقدس کربلا با برخی از اعضا و مسئولان این دفتر دیدار و گفتگو کردند. در این حضور سید عارف نصرالله مسئول بخش روابط عمومی دفتر آیت الله العظمی شیرازی در شهر مقدس کربلا از این شیعیان استقبال کرد و مطالبی را در مورد نشر فرهنگ مهدوی و استفاده از مجالس و مناسبت‌های دینی برای نشر فرهنگ مهدوی سخن گفت. هاشم الموسوی معاون رئیس بخش شعائر و مواکب حسینی آستان مقدس حسینی از خدمت رسانی 830 موکب به زائران در زیارت شعبانی در شهر مقدس کربلا خبر داد. وی در ادامه افزود این مواکب از شهرها و استانهای مختلف عراق هستند و پیشبینی می شود که تعداد آنها در روزهای آتی افزایش یابد. تا همین لحظه هم تعداد مواکب نسبت به سال گذشته بیشتر شده و رکورد جدیدی را ثبت کرده است. این مواکب در سه محور بغداد کربلا، نجف کربلا و بابل کربلا برپا شده و به خدمت رسانی می پردازند. جشنواره مسلمانان که بزرگترین جشنواره اسلامی سنگاپور به شمار می رود، از روز 12 اسفند ماه از سوی سازمان جماعت سنگاپور در این کشور آغاز شده است. جشنواره مسلمانان سنگاپور 2023 شامل نمایشگاه و کارناوال سالانه اسلامی است که موضوعات مختلفی را که نشانگر فرهنگ مسلمانان سنگاپور است به نمایش خواهد گذاشت. کاوش در مصنوعات اسلامی و آشنایی با دین و تاریخ از طریق نمایشگاه واقعیت مجازی، گفتگوها، بحث‌ها و اجرای نمایش روی صحنه در طول این رویداد سه روزه برنامه ریزی شده است. غذا و نوشیدنی حلال و کالا نیز برای فروش در جشنواره موجود خواهد بود. سازمان هواشناسی هند هشدار داده است که این کشور بعد از ثبت گرمترین ماه فوریه از سال 1901 میلادی احتمالاً باید برای تابستانی طاقت فرسا آماده باشد. در ماه فوریه میانگین حداکثر دمای روزانه 29.5 درجه سانتیگراد بود که بالاترین دما از زمان شروع ثبت دقیق رکوردها در هند است. بر اساس مطالعه‌ای که سال گذشته در مجله پزشکی لنست چاپ شد، هند در فاصله سالهای 2000 تا 2004 و 2017 تا 2021 شاهد افزایش 55% درصدی آمار مرگ در اثر گرمایش شدید بود.